حیرت آهنگم که می فهمد زبان راز من. گوش بر من که آسمانم، مسافر سال خورده این مرز و بوم کهن، هزاران سال است از همصحبتی سیمرغ می آیم، از جاده های ابریشم و عتیق، از دالان های تاریک تاریخ. هزاران هزار سال است به کشف دیگر بار اقلیم های آشنا می روم، به کشف راز و رمز انسان ایرانی. اعراب از غرب آغاز کردند تا با فتح و عبور از ایران به سوی شرق پیش بروند، کما اینکه بدین مهم نائل آمدند و تا آن سوی جیهون و کنارهای سند پیش رفتند و 200 سال بر این قلمرو چیره شدند. خوارزمشاهیان صدای سم ستوران مغول از فلات تبت برخاست و لشکریان چنگیز از سند و از جیهون گذشتند، ایران را زیر سم ستوران خود لگدکوب کردند و جانشینان ایشان در دوره هولاکوخان تا بغداد در سمت مغرب پیش رفتند، آن را فتح کردند و به سلطنت 500 ساله عباسیان پایان دادند. پس از هولاکوخان، نسل پس از او ارغون، قازانخان و سپس اولجایتو به قدرت رسیدند. در محل گنگور اولانگ، نامی که مغولان به دشت سلطانیه می گفتند که جز چمنی بیش نبود، یکی از بزرگترین شهرهای اسلامی شرق ایجاد شد و بناهای بسیاری از امارات، مدارس، مساجد، حمام‌ها و بازارها در آن ساخته شد. Thank you.
چلبی تو شاه میری، چلبی تو دستگیری، چلبی تو دلپذیری، چلبی بیزی اونتما. چلبی شه جهانی که تو جان جان جانی، چلبی که این نه آنی، چلبی بیزی اونتما. کمی بیشتر مسافتی حدود 500 متر در جنوب غربی سلطانیه بر سر راه خدابنده، آرامگاه و خانقاه چلبی اغلو معروف به شیخ براق، منصوب به یکی از مریدان مولانا جلال الدین محمد بلخی است که بنای آن در سال 728 هجری قمری آغاز شده است. سلطان محمد خدابنده در دیداری که با او داشت به او سر سپرد و از وی خواست که با مریدانش از گونیه به سلطانیه نقل مکان کنند تا جان و روح و روان او از انفاس خوش عرفان معطر شود. واحد نخستین این بنا خانقاهی است که قسمت ورودی آن به مرتبه فقرا متعلق بود. طالبان بهشت در مرتبه بعدی بودند که در زاویه‌های قسمت ورودی جای می‌گرفتند. و حجره‌های انفرادی صحن مرکزی که درهای کوتاه داشت، محل ریاضت و چله‌نشینی بود. قرینه‌سازی در کل مجموعه رعایت شده و مصالح اصلی بنا را لاش سنگ ها و ساروج تشکیل داده و سقف اجرا و زوایا گنبدی شکل است. کتیبه های بر جای مانده بنا همچنین سبک معماری و شیوه های تزئینی به کار رفته نشان می دهد که این بنای تاریخی متعلق به عارف به نام این زمان شیخ براق، از بزرگان مسلک مولویه و از خاصان دربار سلطان محمد خدابنده و همچنین باستانشناسان و محققان این مجموعه را به سلطان چلبی منسوب نموده. مقبره شیخ براق یا چلبی اغلو که در کنار آن خانقاهی مربوط به همین دوره وجود دارد از نوع مقابر برجی شکل قرون میانی اسلام است. قسمت دوم این مجموعه تاریخی بقعه معروف به سلطان چلبی است. پلان این بنا 8 ضلعی و هر ضلع آن از نمای خارجی به ارتفاع 17 متر با زیبایی خاصی طراحی و اجرا شده است. فرم آجرچینی در طاق‌نماهای 8 گانه متفاوت است. پس از آن ادامه کار با آجر ساده انجام گرفته و حد فاصل دیوارهای 8 گانه طاق‌نماهای زیبایی طراحی و اجرا شده که بالای این دیوارها گنبد آجری با ساقه نسبتاً بلند استوار شده است. موسیقی
صحن خانقاه محل سماع جمعی بود. سلطان چلبی در مرکز دایره می ایستاد، مریدان گرد وی حلقه می بستند و ذکر خدا می کردند. فضای جنوبی خانقاه هم کلاس و مکتب درس و هم محل حلقه ذکر زمستانی بود. یکی از مدارک بسیار ارزنده‌ای که در حل مسئله تاریخ گذاری واقعی بنای خانقاه از اهمیت بسزایی برخوردار است، مطالعه کتیبه حک شده بر دیوار جنوبی ایوان خانقاه است. این کتیبه در سه قطعه که یکی در بالا و دو قطعه در طرفین ایوان نوشته شده، از اسناد بسیار معتبر در شناسایی شهر سلطانیه و نکات و دقایق آن است. بحث در باب انتساب این بقعه به سلطان چلبی کماکان مفتوح است. اما آنچه مسلم است، زمانی که چلبی اغلو از قونیه به سلطانیه میرسد، از سفر آخرت سلطان محمد خداونده با خبر می شود. بعد از تعزیت به ابو سعید خان در همین خانقاه به سما می پردازد و در سفر دوم هم در همین خانقاه به آسایش می پردازد. شاه حسام الدین که نور انجم است، طالب آغاز صفر پنجم است. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، اوستادان صفا را اوستاد. گر نبودی خلق محجوب و کثیف، ور نبودی حلقها تنگ و ضعیف. آوردند که از مولانا سؤال کردند که از این سه خلیفه و نایب کدامین اختیار است؟ فرمود مولانا شمس الدین به مثابت آفتاب است و شیخ صلاح الدین در مرتبه ماه است و حسام الدین چلبی میانشان ستاره است روشن و راهنما. همچنان مقصود من زین مثنوی، ای ضیاء الحق حسام الدین توی. به روایت مورخان، چلبی اغلو تقریباً دو سال بعد از بازگشت از سلطانیه به تاریخ 719 هجری قمری در قونیه فوت می‌کند. عدم تو هم چو مشرق،
اجل تو همچو مغرب سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند. بنای سلطانیه در اواخر عمر قازان خان پیریزی شد و چون عمرش وفا نکرد، سلطان محمد خدابنده رویای وی را پی گرفت و سلطانیه را که مغول‌ها گنگر اولانگ می گفتند بنا نهاد که غالباً ایلخانان و سرداران مغول در عبور از عراق به آذربایجان یا بالعکس در آن سرزمین رحل اقامت می افکندند. قازان خان در این محل که به هیچ وجه آبادی نداشت اساس شهری را پیافکنده بود و سلطان محمد خدابنده همان را به نام سلطانیه در پنج فرسنگی ابهر در تاریخ 703 هجری قمری آغاز و پس از 10 سال به پایان رسانید. سلطان محمد خدابنده فرمان داد در اطراف گنبد سلطانیه بنای 7 مسجد را پیریزی کنند و بناهای بسیار دیگر از جمله دارالشفا، داروخانه، دارالسیاده و خانقاه در سلطانیه برپا شد. سلطان محمد خدابنده علاوه بر بنای قصری جهت اقامت خود، مدرسه بزرگی در آن شهر از روی مدرسه مستنصریه بغداد ساخت و از هر طرف مدرسین، علما و اهل بحث و شعر را به آنجا فراخواند. در 1 کیلومتری گنبد سلطانیه و در کنار شهر سلطانیه شاعری آرمیده است. مولانا ملا حسن کاشانی آملی، معروف به حسن کاشی و متخلص به کاشی، از شاعران قرن 7 و 8 هم عصر سلطان محمد خدابنده. نامش حسن است و خودش نیز به این نام اشاره کرده است. آن حسن نامم که در مدح داماد نبی می کند بر طبع پاکم روح حسان آفرین. لقب و تخلصش کاشی بود و در اشعارش نیز آمده است. چو کاشی آن که شناسد حیات خود زین شعر، نظر کند سوی این دنیا به چشم استخفاف. جد و پدرش از کاشان بوده، اما مسلمان که وی در آمل تبرستان چشم به جهان گشوده و در آنجا رشد کرده است. خودش نیز اشاراتی دارد. مسکن کاشی اگر در خطه آمل بود، لیکن از جد و پدر نسبت به کاشان می رسد. ز خاک خطه آمل سزد اگر کاشی، کند ز غربت دوری خیش از تو ملال. ملا حسن کاشی به زیارت مکه، مدینه و نجف نائل شد و پس از مرگ به دستور شاه اسماعیل صفوی بر مقبره او عمارتی ساخت. ملا حسن کاشی آملی
فقط در متن ائمه اثناعشری به خصوص حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می سرود و توانایی خود را در سرودن شعر وقف خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کرد و به علت اعتقاد خاصی که به وی و خاندان آل علی داشت، با وجود مقام بلندش در شاعری که می توانست او را به دربار سلاطین نزدیک کند، اما از نزدیک شدن به آنان امتناع ورزید. مقبره این عارف قرن هفتم به دستور شاه طهماسب به اول صفوی ساخته شد و معماری داخلی آن در دوره فتحعلی‌شاه قاجار انجام گرفت. مقبره ملا حسن به شکل کثیرالاضلاع هشت ضلعی است. اضلاع هشتگانه به وسیله راهرو کوچکی با طاق کوتاهی به هم وصل می شود. بر بالای ورودی بقعه پنجره بزرگی به چشم می خورد که نور داخل بقعه را تأمین می کند. حاصل این ارتباط گنبد زیبایی است که بر هسته چهارگوش مرکزی نشسته. این گنبد با ساقه نسبتاً بلند از نوع گنبدهای دو پوششی است که یک پوشش تزئینی نیز بر آن افزوده شده و در کل با گنبد مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی قابل مقایسه است. این مقبره دارای گنبدی سپوسته یا سپوش است که جزء تعداد انگشت شمار گنبدهای سپوسته در معماری ایران است. ساقه این گنبد از نظر تزئینات به چهار بخش تقسیم شده است. در ساقه این گنبد نقش نقل متصل به طور معکوس مکرر آمده و تکرار شده است. اسماء جلاله و جملاتی نظیر اللهم صل علی محمد و آل محمد به خط کوفی بنایی نگاشته شده است. اشعاری به خط نستعلیق در داخل گنبد بر کتیبهی گچبری شده است. منم که یرلق طبعم به دار ملک بقا، نوشتن به مدداهی محمد و آل محمد. درون مدت 30 سال کس نداد نشان، که بودم به سخن پیش کس مدیح سگال.
مخدرات سراپرده ضمیرم را به مدح آل علی بستند عقد وصال. به روزه دل کاشی ثنایشان خواند، هر آن شکوفه که سر برزند ز شاخ چنال. بنا به گفته خودش حاضر نبود که دیوانی مشتمل با 100,000 اشکال فراهم کند و از آن روزی به دست آورد و مشهور شود. من آن نیم که ز دیوانهای کهنه به زور فراهم آرم شعری به 100,000 اشکال، ولیک چون که عرض سخن پدید آید کنم به معجز معنی ادا سحر حلال. صفای گوهر پاک عقیده پاکم 1,000 طعنه زند بر صفای آب زلال. سلطان محمد خدابنده بعد از بنای سلطانیه با جماعتی از پیشوران و اهل حرف و صنایع در رونق شهر کوشید و سلطانیه در اندک زمانی بعد از تبریز اولین شهر ممالک ایلخانی گردید. اما پس از سلطان محمد خدابنده و ابو سعید خان به یک باره از اهمیت افتاد و با همان سرعت که آبادانی یافته بود رو به ویرانی رفت. امیر تیمور نیز که در ویران کردن شهرها مهارتی تام و تمام داشت، آنچه را که از سلطانیه باقی مانده بود با خاک یکسان کرد و سلطانیه پس از آن دیگر هرگز به دوران عظمت خود باز نگشت. من آسمانم، رازهاست در نهان و پنهانم، حوادث و بقای و خاطرها لبریز در ابهام. من ناظر و شاهد رخدادهای تاریخ در سراسر ایرانم. شهادت میدم به شوکت و شکوه این سرزمین، ملتی که پا به پای تحرک تاریخ پیش رفت و آفتابش جز به زیبایی و شکوه غروب نکرد. Thank you.
پیشانی کوهدل دشت است، رازی که به پیشانی کوهدل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، کفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم،